دوستا عزیز سلام امیدوار هستم شاد و صحتمند باشین پرسش های زیادی در مورد از که چگونه میتونیم در کتابخانه ثبت نام کنیم به ما میرسه و من در این ویدیو کلیپ بسیار کوتاه کوشش میکنم بر شما به صورت بسیار ساده و مختصر نشان بدم که چطور میتونیم در کتابخانه ثبت نام بکنیم متوجه باشین که تا وقتی که در کتابخانه ثبت نام نکنین نمیتونین مطالب و کتابایی را که میخواین از کتابخانه دانلود بکنین به خاطر ازی که در کتابخانه ثبت نام بکنین شما در قدم اول باید وارد ساید کتابخانه شین شما میتونین برای وارد شدن به سایت کتابخانه از هر براوزری که براتون در اختیار دارین یا براتون مناسب است یا علاقه دارین استفاده بکنین مثلا من از قدم اول میرم انتخاب میکنم بروزر گوگل کروم وقتی که باز میشم میرم در براوزر ازی در اینجا تایپ میکنم آدرس کتابخانه خانه را که www.ddl.af هست تایپ کردم کلک میکنم ساید کتابخانه باز میشه البته میفهمین که در این قسمت ما های مختلفی داریم کتابخانه خانه با اون نشرات داره انگلیسی، فارسی، پشتوز، بیکی، منجی، نورستانی، ساوجی، شغنانی، پشایی هر زبانی را کمرش راحت هستین میتونین مو زبان انتخاب بکنین و از سایت طبعا با مو زبان تبدیل میشه مثلا میخواین با پشتو ثبت نام کنین روی پشتو رو کلک کنین سایت با پشتو تبدیل میشه میخواین با انگلیسی ثبت نام بکنین یا مطالب به انگلیسی پیدا بکنین تا سا سایت انگلیسی میشه مثلا میخواین با فارسی که ما میخواین به اینشان نشان بتون دیج ثبت نام است میرین در ثبت نام روی ثبت نام کلک میکنین بسیار ساده فرمی که برای ثبت نام است دیج پیدا میشه طبعا آدرس ایمیل اونی هایی که خواسته کلش به انگلیسی نشته میکنین و من مشوره میتونم براتان که نام کاربر رو تمام چیزهایی که هست به انگلیسی نشته بکنین بخاطر خاطر ازی که سیستم مراقبت قبول میکنه میرین در آدرس آدرس ایمیل خود رو در اینجا وارد میکنین مثلا من مطور فرضی ای اد مثلا جیمیل دات کام انتخاب کردم نام کاربر مثلا من انتخاب میکنم فرزاد از بعد از اینکه نام کاربر انتخاب کردین شما گذرواژه یا پاسورد بر خود انتخاب میکنین مثلا یک دو سه چهار، یک بعد از اینکه گذرواژه را انتخاب کردین را یک تایید میکنین که یادتان نره یک اشتباه نکنین یک دو سه چهار، یک یام شد بعد از او نام تان نشته میکنین دیگه خانوادگی نشته شده نیست نام اولتان است چی بود برتن میشه نام کاربر نام کاربر باشه یعنی همو فرزاد باشه تایپ میکنین فرزاد اگر نبود فرزاد هم طور انتخاب کردین خوشتون اومده میشه نشته هر چی که نامتون از دیگه نشته کنین بعدش تخلص تون نشته کنین مثلا تخلص نام از فرزاد 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 نشته کنین بعد از اون جنسیت انتخاب میکنین که مرد زن یا ترجمه ایتم نگویم مثلا مرد یا زن انتخاب میکنین هر کدومش که هستین بعد از کشور انتخاب میکنین در کشور مثلا افغانستان در ای افغانستان انتخاب میکنین یا کشور کستین مثلا نمیفهم امریکا ایران پاکستان تاجکستان ازبکستان هر جایی دور انتخاب میکنین بعد شهری که زندگی میکنین انتخاب میکنین خب در افغانستان مثلا در شهر زندگی میکنین انتخابش میکنین همه چیز پر کردین فقط این ای چوکاتک مود این چوکاتک فقط میخواید تایید بکنه که شما کامپیوتر یا کدام ماشین نیستین که وارد سایت شدین میخواین که به خاطر مسائل تبلیغاتی یا اکدن یا, عقیدن یا دلیلی که داره که دی وقتا میشه میخواین بفهم شما یک انسانی هستین که میخواین از سیستم استفاده بکنین بنا این ایره کلک میکنین که میگه من چی نیستم روبوت نیستم کلک میکنین وقتی کلک کردین اشوا سوال پرسان میکنه میگه که تمام عکسایی که چیمنی یعنی دودرو داره دیج دا انتخاب کنین خود تنها انسان میتونه دیجا ببینه ماشین تبع نمیتونه به این خاطر این میره تایید میکنه خود دیجا دودروای بخاری کدام است این سر بامزی یک دانه دودرو است سر بامزی دودرو است و ده این نیام دودرو به نظر ما که یام چی از دودرو است سیر من انتخاب میکنم خدا کنه که سی باشه سی بود و در شما این علامه چی رو میبینید؟ می مشخص شده یعنی سوات سی را به اسطلاح ما شما که میگیم تاییدی است که یعنی شما را قبول کردن بعد از اون اینجا ثبت است ثبت میزنید ثبت که زدین یک ایمیل تاییدیه به این ایمیل که در اینجا روان کردین براتون میرسه وقتی که ایمیل تاییدیه براتون رسید شما میرین در اینجا ورود به سیستم وقتی که ورود به سیستم شما کلک کردین صفحه باز میشه که شما مو اطلاعاتی که در اوجا گرفتین وارد کرده بودین در اوجا میگیرین مثلا اینی وارد اینی چیو دیالوگ نمی باکسک باز میشه ورود به کتابخانه درخت دانش شما میتونید در ایجه همو ایمیل یا نام کاربری تانه که انتخاب کرده بودین در تایپ کنین مثلا ایمیل تان بود همو aaa.gmail.com یا نام کاربری تان بود فرزاد میتونین انتخاب کنین و نام پاسورد یا واژه را که انتخاب کرده بودین بعد از ورود به سیستم کلک میکنین شما وارد کتابخانه میشین هیچ کدام مشکلی در نیست و من امیدوار هستم که ای ویدیو کلپ بتان شما را کمک کنه و یک چیز فکرتان باشه که کتابخانه درخت دانش تمام خدماتش رایگان است و حتی ثبت نامش شما میتونین بدون هیچ گونه مشکلی با که راجستر کردین یا ثبت نام کردین هر کتابی را که بخواین شما استفاده بکنین تشکر از اینکه توجه کردین و امیدوار هستم که این ویدیو کلپ برتان مفید ثابت شده باشه روز و روزگار خوش و ایام بکامتان خدا نگهدار